اصولاً افراد همه یه سیستم فلزیاب معدنی یا رادار زمینی دستی یا یابنده دارن، دنبال موفقیت هم. ولی همه دارندگان فلزیاب معدنی یا رادار زمینی دستی یا هر نوع یابنده، پالسی، VLF، TR، VFO، IB، فرکانسی، مغناطیسی، حتما در کارشون موفق نمیشن و موفقیت شرایط خاص و ویژه‌ای رو داره که اون رو بعد اون اپراتور با اون سیستمی که توانایی پیدا کرده طلا رو در صد در عمق داره به دست بیاره. قدرت یه سیستم زمانی مشخص میشه که در زمان تمرین بتونه فلزات رو در صد و در عمق بگیره، به خصوص طلا رو در عمق بگیره. در صحنه اصلی کار هیچ تضمینی وجود نداره برای موفقیت، مگر اینکه اون اپراتور بر روی اون سیستمی که توانایی پیدا کرده طلا و فلزات در عمق داشته باشه مسلط بشه. سیستم های پالسی، VLF، TR، BF و IB را میشه به صورت تصویری در آورد، چون اینا ترش هولد صدام داره. از ترش هولد اینا میشه در قسمت تصویری به خصوص در حالت سه‌بعدی استفاده کرد، ولی اینا توانشون در حد همون میزانیه که صدا درشون ایجاد میشه یا بر روی فلزات صدا آشکار میشه. منظور تصویری هاشون در همین حد توان داره. خب اینا چون بالانس زمینی هم که میشن، هر نوع تنظیماتی یا هر نوع ترکیبی یا هر نوع اطلاعاتی بر روی صفحه نمایشگر برای آشکار شدن فلزات در اونها وجود داشته باشه، باز هم در حد توان خودشونه. یعنی در حد این نیست که شما به اینا روش تنظیمات خیلی زیادی بذاری، بیای مثلا تصویریش کنی بگی این عمقش بیشتر میشه. نه، این عمقش با همون جریان تشخیص مغناطیسش یکسانه، ولی میتونید به صورت لکه سرنگی ها یا به صورت نرم افزارهای دیگه ازش بهره ببرید. این نوع تست خب تستیه که میتونه توانایی سیستم رو نشون بده، ولی نحوه کار درست نیست. شما کوئل یا لوپ رو ثابت میذارید یه جایی رو، مثل سنگ، مثل صخره با لایه‌های متفاوت درست میکنید. خب این کوئل رو از فاصله نزدیک به این منبع یا به اون فلز نزدیک میکنید و صدا ایجاد میشه. خب این شرایط در پالسی هایی هم که تصویری هست، ولی چون اینا بالانس زمینی میشه، اون بالانسی که اجرا میشه در حین حرکت میتونه از بین بره، به هم بخوره، و برای همین بعضی ها میان به این صورت اینا رو تست میکنن که خب این بالانس ثابته، این خود این صخره، این جایی هم که درست که حتی این صخره هم که طبیعی بود لایه هاش یکسان باشه، رو همین بالانسش کنی این اثری نداره بر به هم خوردن بالانسش. ولی در یک محدود صحنه اصلی کار، منطقه وسیعه، خاک در شرایط مختلف تغییر میکنه و این بالانس میتونه به هم بریزه. در هر صورت پالسی وی ال اف تی آر بی اف او اینا توانایی دارن در عمق کم بگیرن. خب اینجا که سنگی رو میذارن و کوئل هم باز ثابت میذارن، فلز رو از جلوش عبور میدن، این هم باز نشانه قدرت، توانایی و عمل کرده اون سیستم نیست، چون این ثابته. شما به صورت ثابت با یه سیستم پارسی وی ال اف تی یا بی اف او که نمیخواین کار کنید، چون اگه قرار بود محل و هدف رو بدونید دیگه نیازی به این دستگاه نداشتید که به این صورت عمل کنید. این نوع عمل کرد برای روش حرکتی و روش جستجو کار درست و صحیح نیست و فقط میتونه بگه این کار میکنه. خب این خیلی خوبه، نشون میده که کار میکنه. مثل مگنوم تسلا یونیووا نیست که حتی این کارم باش نمیشه انجام داد و میگن طلای قدیمی میگیره طلای جدید رو نمیگیره. نوع سیستمای پالسی تست اصلیشون در روش حرکتیه که حرکت کنید ببینید در حین حرکت از یه فاصله 10 متری 20 متری چه واکنشی داره. خود این سنگی که اصلا یه دسته، روی این بالانس بشه مشکلی نداره، یه دست هم نبود لایه‌های متفاوت و جلوی هم یا روی هم می‌ذاشتن بازم این بالانس می‌شد و بالانس به هم نمی‌خورد. مگنومترا و تسلاها و یونیاب‌ها ساختار عملکردیشون برای یافتن یا یابنده بودن هیچ نوع فلزی در هیچ شرایطی نیست. فلز قدیمی باشه، طلا قدیمی باشه، فلز جدید باشه، فلز قدیمی باشه، هیچ کدوم اینا رو نمیتونه روش واکنش نشون بده. و اگه بخواد واکنش نشون بده الان بعد این کارو بکنه تا بشه از روی این لکه رنگا فهمید لکه رنگ فلز طلا با آهن یا سنگ یا ذرات مزاحم چیه. خب این اپراتور باید تمرین کنه یاد بگیره دیگه. وقتی شما این شرایط براتون وجود نداره، چجوری میخواد این موضوع رو مورد بررسی قرار بدین که توانش چیه؟ خب دستگاه فرکانسی عدد ویدیوی ترشولد 108 داره.
اینا هم کسی نمیتونه بگه بدون خطاست. همه سیستم های دنیا امکان خطا درشون وجود داره و اون اپراتوره که بتونه خطا رو با سیستم هایی که طلا رو در صد درهم میگیره، فلزات رو در صد درهم میگیره، تشخیص بده. اونم با روش تغییر تنظیمات در عدد ویدیوی و ترشولد 108 در روش آنتنی یا روش تصویریش. خود آنتنی ها برای کار کردن نیاز به مختصادیابی دقیق مربوط به کار خودشون رو دارن و اگه قرار باشه کسی موفقیتی رو به خوبی پیدا کنه، هم باید در مختصادیابی و عملیات تشخیص دیوارهای داخلی خارجی مسلط باشه، هم در نوع تعیین اعداد ویدیوهای و ترشولد 108 و تغییر اون. ببینید همه اینا در کنار هم این موفقیت رو میتونه تضمین بکنه، البته به شرطی که اون دستگاه بتونه در زمان تمرین طلا رو در صد و در اون بگیره و اپراتور روشش، نوع واکنشاش و عملکردش رو تشخیص بده. خب در فرکانسیایی که عدد ویدیوی و ترشولد 108 داره، اپراتور میتونه اون شرایط ویژه کاری رو در سیستم ایجاد کنه و میتونه زمانی که طلا رو در عمق گذاشت رو لکه رنگا، چه در برنامه کالرپرو، گالکسی یا تفکیک رنگ، چه در برنامه لکه سرنگی، اون هدف و منبع رو بگیره و تشخیص بده و حالا با چنین سیستمی تو صحنه اصلی کار برای تعیین ویدیوی، ترشولد، جدا سازی و تفکیک، اپراتوری که بعد بیاد این نوع عملیات فیلتر، آنالیز یا کار با آنتن با دقت بالا انجام بده. اگر کسی بگه دستگاه من طلای قدیمی میگیره، طلای جدیدو نمیگیره، دستگاهش به هیچ وجه کار نمیکنه و جزو یابنده ها نیست. حتی اگه با این لکه سرنگی هم کار بکنه نیست، چون اینا کد ویدیوی داره، رو سیگنال پایین با ویدیوی کار میکنه و سیگنال بالا هم با ترشولد که رو خودش هم نوشته سورفیس ساب سورفیس. مجموعاً دستگاه هایی که توانایی کار کردن داره، کارش همون زمان تمرین نشون میده و اپراتور میتونه با نحوه عمل کرد و واکنشاش آشنا بشه، ولی باید با تمام عمل کرده یک سیستم اپراتور آشنایی و مهارت کامل پیدا کنه و هر کسی باید سیستم خودش تهیه کنه و به این مراحل دست پیدا کنه، چون کسی نمیتونه برای کسی دیگه بیاد کار بکنه یا بگه من واردترم یا بهتر. اگه واردتر یا بهتر باشه، اونی هم که وارد نی بعد تمرین یاد میگیره، وارد میشه و مهارت پیدا میکنه و زمان گذاشتن برای یادگیری مهمترین عامل برای موفقیت. خب در مجموع گفتیم ادهی میگن دستگاه ها جی پی اس داره یا دستگاه ایرانی روش جی پی اس نصبه. گفته اگه قرار باشه اون تشکیلاتی که اینقدر توان مالی داشته باشه رو دستگاه ایرانی جی پی اس نصب کنه و کنترلش کنه، همونقدر هم پس توان داره که بیاد دستگاه های از کشورهای دیگر رو بیاره روش جی پی اس نصب کنه و به صورت پنهان در بازار توضیح کنه که بتونه کنترل کنه. چه این چیزی وجود نداره، چه در دستگاه خارجی چه در دستگاه ایرانی. و اگه شما ظاهر یه دستگاهی رو زیبا ببینید، الان مثلا ظاهر این دستگاه زیباست، خیلی ها میگن خب قشنگه، آیا این قشنگ بودن، زیبا بودنش در عملکردش اثری داره؟ آیا اگه این ظاهر جعبش خیلی قشنگ باشه، اون کوهلش قشنگ باشه، میتونه طلا رو در 2 متری بگیره، در 3 متری بگیره، یا این توانایی رو داره؟ خب نه، پارتی وی ال اف تی آر بی اف آن ندارن. اگرم ظاهرش هم قشنگ باشه، توانش در همین حده، حالا میخواد خارجی باشه، ایرانی باشه، هر جایی باشه، ظاهر و شکل دستگاه کار دستگاه رو تعیین نمیکنه. خارجی بودن، ایرانی بودنش تعیین نمیکنه. تعیین کار یه دستگاه اینه که الان طلا رو بذاری بگیره تو 1 متری، 2 متری، 3 متری، 4 متری، اینجا میگی این دستگاه خوبه، کار میکنه. حالا شما هر چقدر ظاهر رو زیبا کنی، قشنگ کنی، مثل یه چوبی میمونه که اینو تراش بدی ولی کاری به کار اصلی یک فلزیاب نداشته باشه. شما میتونی یه جعبه خیلی خوشگل درست کنی بگی این فلزیابه، ولی مثل این مگنومترا بگی فلزیابه، اصلا فلزیاب نباشه، یا این پالسیا تو عمق زیاد نمیتونه فلزاتو بگیره. اینو خود کمپانی معتبرش هم تایید میکنن. در اصل کار فلزیاب و عملکرد فلزیاب مهمه و اون تکنیک و تکنولوژی که داره. هر کی میگه دستگاه فلزیاب توش جی پی اس نت میشه، محل شما رو پیدا میکنن، فردیه که خیلی دروغگوه یا اصلا اطلاعات علمی فنی در زمینه ماهواره‌ها یا در زمینه جی پی اس یا در زمینه رادارها نداره و دروغ محض، هیچ سیستم جی پی اس بر روش نصب نیست.